اللهم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. عرض ادب، احترام و تبریک این روز عزیز، آغاز امامت حضرت حجت ابن الحسن العسکری محضر همه شما برادران و خواهران گرامی و عزیزم. من خودم لایق این الطاف که حالا فرمودن های دکتر صدر نمیدونم، و اگرم اتفاق رقم خورده من نقش برای خودم قائل نیستم، چون معتقدم ما نهایت سهمی که داشته باشیم که سیم میکروفونیم، چون حرف حرف کس دیگه است، دل دل کس دیگه است. کم نبودن افرادی مثل ابو جهل و ابو لهب که پیامبر خدا اشرف مخلوقات باشون صحبت کرد و اثری درشون نگذاشته. پس اون دل باید آماده باشه، اون خاک خاک حاصل خیزی بوده که بذر فطری و عقلانی رو وقتی درش کاشتن سریع رشد کرد. در واقع خوبی از خود اون شنونده ها بود. خب من فکر میکنم این جمع عزیز همشون دغدغه مشابه دارن و من زیاده گوییه بخوام خیلی اینجا حرف بزنم و اکتفا میکنم به چند دقیقه. خواستم همینجا پشت تریبون صحبت کنم، میدم میز که بذارید دیگه ما سخنرانا نمیتونیم بیارید پایین، تریبون حداقل سر پا پامون درد میره، خسته میشه میام پایین. فکر میکنم اتفاقات این چند روز اخیر کشورمون ضرورت چنین کاری رو بیشتر برامون روشن کرد. اینکه یکی از مسئولین کشور میان و میگن که میانگین سن افرادی که تو این آشوب ها شرکت میگن 15 ساله، یعنی زیر 15 هم داریم، تازه میانگینه شده 15. خب این نشون میده که ما با یک نسل جدید مواجهیم که خود جنسش با ماها فرق میکنه و توی فضای جدید رشد کرده، همونطور که نسل جدید طبیعی. خب منتها ظاهرا این زبان ارتباط با او نبوده، اون که بتونه خوب ترجمه کنه و مطالب رو به او برسونه و یک سری از نیازهای او خوب دیده نشده. یک حرف ریشه‌ای است که دارم عرض می‌کنم خدمتون، چون خلقت انسانه. اونم این که وقتی شما روند تغییرات در اروپا رو نگاه می‌کنید، می‌بینید تا عصر رنسانس قوای بشری سرکوب شده است، یعنی حس غضب رو سرکوب کردن. در مسیحیت میگفتن اگر یکی زد تو گوشتون این طرف هم بگیرد. خب بدیهی این حرف حرف احمقانه ایه، چون این دشمن رو جری میکنه، از غذا اون طرف رو بگیری محکمترش هم میزنه، میگه خب این ظاهرن هیچ کاری ازش بر نمیاد. قوه شهوت هم سرکوب شده بود، ازدواج نمیکردن، روحانیت پیشه میکردن و قوه ادراک هم همین بود، کسی حق نداشت خیلی سوال بپرسه. امثال گالیله رو می‌خواستن آتیش بزنن فقط به صرف این که سوال برش مطرح شد که نکنه زمین دور خورشید میچرخه. این تفریط معمولا اینجوریه که تفریط افراط میاره، افراط تفریط، تعادل نمیاره، معمولا اینطور. این تفریط اروپا رو هل داد به افراط. در استفاده از قوه غضب هیتلرها سر بر آورد که حالا کسی هم باشون کار نداشت دیگه، میرفتن میزدن تو گوش ملت ها. بر استفاده از قوه شهوت هم همین اتفاق افتاد. فروید ها سر در آوردن که همه چیز رو جنسی تحلیل میکن. چند سال پیش بود کنم، 5-6 سال پیش که سخنرانی کردم توی هیئتی، من فیلماش هم از دیدم اومده بیرون، که همین نکته رو عرض کردم، گفتم ما نوجوان ها و جوان هامون الان تو کشور همین حالت رو دارن. این قوه غضب و شهوتشون به سبب مقتضیات اجتماعی و عرف غلطی که خودمون درست کردیم، مثلا ازدواج بردیم بالا، بخشش اقتصادیه قبول دارم، بخش مهمی هم هست،
اما بخشش هم بالا خود خانواده من کم جوون نیست که به من رجوع میکنه میگه ما وضعمون خوبه، همه چی داریم، مثلا 19 20 سالشه، میگه پدر مادر میگن تو بچه‌ای نباید زن بگیری، به پسر چون تو نباید زن بگیری. یعنی میخوام بگم یه عرفی هم هست، یه فرهنگی هم حاکم شده. و این دو سه سالی که تمام هیجانات به خاطر این ویروس منحوس کرونا سرکوب شده، همه بچه‌ها نشستن تو خونه، یه جوانی که باید بدوه، باید اون ماجرای که امام در 40 حدیث نقل میکنه که یه عالمی بود رفت بحر نجف، یه پولی داد که من رب با قایق از این رو برم اون طرف، که آقا این الان مواجه، که من پول بهت میدم، پول خوبی داد میارزید، بردش اون طرف که حالا پیاده شد، گفت نه دوباره پول بهت میدم من برگردم، که حالا شما خوبه پول اضافه داری، جون من و خودتو به خطر انداختی، والا برگرد بهت میگم. وقتی برگشت والا قصه چی بود قضیه چی بود، گفت من چون همش سرم تو درس و بحثه هیجاناتم سرکوب میشه، من نیاز دارم به هیجان، نیاز دارم به این تخلیه شدن انرژی. این اصلا به دیانت طرفم بر نمیگردیم، به ذات انسان بود، کافرم باشه باید هیجاناتش تخلیه بشه، این قوه رو خودش درش گذاشته. اسلام از ابتدا در مسیر تعادل ایستاده بود، همون موقع که اروپا عقب مانده بود میگفت بیا خودتو برسون، این اشتباهه. یادم میاد کتاب میخوندم از نیچه، میدم او اعتراف کرده به این حقانیت اسلام، نقد میکنه مسیحیت رو، میگه من بیزارم از اون خدایی که بشه به صلیب کشیدش، هیچ عجب خدای بی عرضه‌ایه، خدایی که قدرت انتقام نداشته باشه از نظر من بی ارزشه. این نیچه داره میگه. بعد این آیات قرآن همش تو ذهن من رد میشد که اصلا صفت خدا منتقمه، نامن المجرمین الا منتقمون، میدم هر چی که او ایراد به مسیحیت میگیره دقیقاً عکسش در اسلام هست، اون نقطه قوت در اسلام هست. و اسلامی که هنوز هم داره بهشون میگه برادر من شما درسته در تفرید بودی، اومدی چون رد شدی، الانم در افراطی دوباره برگرد. اون چی که مد نظر ماست حقیقتاً رسیدن به این تعادله. صراط مستقیم یعنی همین، برای چون اون طرف انقدر میگن از مو باریکتر از شمشیر تیزتر، برای اینکه اون بازتاب زندگی کردن همین جای منه، اگه من اینجا متعادل زندگی کردم، این انرژی ها و قوه هایی که خداوند متعال به ودیعه و امانت در من قرار داده بود رو درست استفاده کردم، به اندازه استفاده کردم، خشمم و قوه غضبیم رو نسرکوب کردم که یه دوچار جبن و بزدلی بشم و نه رها کردم که دوچار تحور بشم، بردمش زیر عقل و فطرت، اسمش شد شجاعت، شهوت هم همینه، نه دوچار خمودگی بشی، نه دوچار شرح بشی، بلکه اون حالت تعادلش عفت انسانهای عفیف شجاع باهوش و عقلانیت هم همین، قوه ادراک هم همین، نه ولش کنی که به حمق و حماقت بیفتی، نه رها کنی که این رشنالیزم یا به اصطلاح این رسیونالیزم و خردورزی افراطی که در غرب به وجود اومده فکر میکنن همه چیز رو فکر خودشون میتونن حل بکنن، نه بلکه زیر نظر عقلانیت که قرار بگیری اسمش میشه حکمت، انسانهای حکیم شجاع عفیف، اینها باید کار بشه، باید تربیت بشن بچه‌ها و واقعا لازم این که خانواده ها هم همراهی کنن. یعنی نمیشه یه 5 تا 6 ساعت 7 ساعت بچه تو مدرسه دست ماست، بعد برمیگرده تو خونه بره توی گوشی موبایلشون، هم آموزگاره، یعنی یک محیط تربیتی. میگن آقا چیا تاثیر داره؟ میگه آقا خانواده است، مدرسه است، محیط. خب این محیط قبلا یعنی کوچه و نمیدونم همبازی ها و اینا، الان دیگه محیط یعنی این شبکه‌های اجتماعی، یعنی اینستاگرام، یعنی چه میدونم تلگرام، یعنی هر چیزی که دیگه ای که میتونه شکل بگیره. و باید مراقبت کرد و روز به روزم تنوع اینها بیشتر خواهد شد، دسترسی ساده تر خواهد شد. خب و سبک زندگی ما به سمتی داره میره که نمیتونیم بدون اینا زندگی کنیم، طراحی ها به این سمتی. همین دو سال پیش جیبای همون پر از پول کاغذی بود، یه خبری ازش نیست، تا جایی که میتونیم فقط در حد یک کرایه تاکسی یه چیزی که کارون را بندازه نگه میداریم. همه چی شده میبینید، یعنی دنیا هم به این سمت داره میره و ویو و اون چیزی که در آینده من دارم میبینم اینه که ما با یک عصر بسیار پیچیده، یه عصر به معنی واقعی کلمه، عصر دیجیتال با حکمرانی مجازی مواجهیم که تا این چی تا الان دیدیم هیچیه. ما عصر هوش مصنوعی پیش روی ماست، عصری که دیگه اصلا از قضا انسان‌های نخبه آرام آرام حذف میشن و
و کسایی که میخوان کار یدی انجام بدن اونو به درد میخورن، یعنی آجر رو آجر میخوای بذاری به درد ما میخوری. اما کامپیوتر جای خیلی از من و شما رو قراره بگیره. عصر عجیبیه و الانم فضاش نیست و زمانش نیست و میخوام راجع به این صحبت بکنم. خلاص باید آماده باشیم، ما نه مرعوب اینیم بلکه باید آمادگی‌های لازم رو به دست بیاریم. نکته دیگه‌ای که به ذهنم میرسه عرض کنم جامعیت. متاسفانه یکی از اثرات سیستم آموزشی غربی این بود که افراد رو بسیار تکبعدی بار میاره. ما دیگه از تو سیستم آموزشیمون ابو علی سیناها بیرون نمیاد که هم منجمه، هم پزشکه، هم فیلسوفه. اصلا عجیب غریبه، شما اسامی بزرگواران رو وقتی شما میخونید زندگی نامشون ابتدا چی می‌نویسه؟ منجم، فیزیکدان، شاعر، فیلسوف، پزشک. ببینید در همه اونام حرف برای گفتن داره. چی شده؟ ژنتیک ما عوض شده؟ نه، سیستم آموزشمون عوض شد. این افراد ذو ابعاد دیگه بار نمیاد. من نمیگم الان باید تو همه اینا هم طرف فوق تخصص بشه، نه خیر، بلکه حداقل زبان عمومی اینا رو بفهمه. اینجاست که اون شخصیت میان رشته‌ای و ذو ابعاد شکل میگیره. یه خورده اقتصاد بفهمه، وقتی این افراد داره حرف میزنه از اقتصاد متوجه بشه. یه خورده چه میدونم سیاست متوجه بشه. یه خورده با روانشناسی آشنا بشه. و از همه اینا مهمتر اینا رو من مهارت میدونم. اینا رو علم نمیدونم. اینا رو مهارت میدونم. علم رو چی میدونم؟ دو سه چیز. قرآن، سیره اهل بیت. اگر برای خود شما سواله که وقت مطالعه بنده رو چی میگیره؟ 80% اینا. به جدی عرض میکنم. 80% من عاشق قرآنم. هیچ چیزی مثل خوندن تفسیر من آرامش نمیده. هیچ چیزی مثل غور کردن در آیات من آرامش نمیده. لذت میبرم. لذت میبرم. هورمون پاداش میگیرم بابت این بقوله روانشناسا. خب شاید باورتون نشه مثلا این نفر من یه اس ام اس میده که آقا چه میدونم این آیه قرآن دیدی چه نکته جالبی درش هست. ساعت 3 نصف شب خدا گواه بلند میشم لپتاپ رو روشن میکنم ببینم خانم میگه دیوونه شدی چه خبره. برای اینکه اصلا دست خودم نیستش. چرا؟ چون شیرینیشو چشیدم. خب آخر زمان ترسناک از این جهت، اما از این برای کسی ترسناکی که قدرت مدیریت نداره، برای کسی که مغروقه، برای کسی که غرق شده است، برای کسی که در کشتی نجات اهل بیت علیه السلام سوار نشده، بله ترسناکه. والا شما خودتون رو بذارید جای پیروان حضرت نوح، بالای عرش کشتی وایسادنشان نگاه می‌کردن، غرق شده ها رو داشتن میدیدن، نگرانشون بودن. این نبود که بی تفاوت باشن. خودت شما دیدید حتی خدای دیگه از شدت پیگیری حضرت نوح در مورد پسرش خدا توبیخش هم میکنه در قرآن. و اینکه ببینید عزیزان، ما دو عصر رو گذروندیم. یک عصر، عصر تک چشمهای چشم راستی بود. یک عصرم عصر تک چشمهای چشم چپی. چشم در قرآن استعاره است، فهمه. من کان فی هذه اعما، هر کس تو اینجا کور باشه اونورم کوره. این طبعا نابینایی جسمی نیست، مشخص. از سمت دیگه راست نماد اعمال خوب و چپ نماد اعمال اصحاب یمین، اصحاب شمال. و اما من اوتی کتابه به یمینهی، دست راستش میدن. پس این چشم راست یعنی نگاه آخرت بین، چشم چپ یعنی نگاه دنیا بین. هر دوتا اینا اعور، هر دوتا اینا کورن از نظر من، هر دوتا اینا ایراد دارن. اگر یک کسی فقط آخرت دید و دنیا را رها کرد، او اشتباه میکنه. ما اینجوری نیست، حتی شیعه اینطور نیست. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه. این نیستش که ما تصوف میشه کنیم بریم یک کنجی بشیم دنیا مال شما صهیونیستا، هر جور خواستی جولان بدید 70 80 سال زندگی بعدش میبینیم اونور باهاتون حساب میکنیم. نه خیر، اینطور نیست. بلکه اون بهشت موعود روی زمین باید ساخته بشه. بله، یه بهشت هم اون طرف. و یک نگاه دیگه این که کلن دنیابین بشیم مثل این نگاه چشم چپی ها که دجال از این جهت میگن چشم چپیه و میگن وسط پیشانش، یعنی تفکرش اینه. نه، از نظر بنده استعاره است، نماده. و هر دوتا اینا اشتباه. بلکه انقلاب اسلامی، دقت بفرمایید، یه عمر گفتن فقط بندگی. قبل رنسانس در قرون وسطی فقط بندگی، بعد رنسانس گفتن فقط زندگی، گور پدر بندگی. ما
ما اومدیم بگیم که زندگی و بندگی کنار هم، زندگی برای بندگی. اینه، اینجاست که این تفاوت دیدگاه ما با اینها آشکار میشه. حضرت نوح علیه السلام، به این دقت بفهمید، من درس پس میدم آقا محضر شما، هم نکته ظریف و جذاب زیبایی به نظرم. حضرت نوح میتونست معجزش یه معجزه عجیب غریب مثل راه رفتن رو آب باشه، نه 80 نفر رو نجات داده دیگه، این 80 نفر مثلا رو آب وایسه، اصلا 800 نفر رو آب وایسه، قشنگ هر چی بیشتر بشه بهتر. از خدا هم که برمیاد، سر یه پیغمبر دیگه هم کار انجام داده. اما معجزه حضرت نوح مبتنی بر مکانیک سیالات، عمد داره خدا در اینجا. دو تا نگاه وجود داره، آب زیاد بشه چیکار کنیم؟ پسر نوح میریم بالای کوه؟ حضرت نوح اگر یه موجی اومد از کوه هم بیشتر بود چی؟ اگر آب اومد کوه هم رفت زیر آب چی؟ من یه ایده بهتری دارم، روی چوب بشینیم. مکانیک سیالات میگه این چگالیش کمتره، هر چقدر آب میخواد بیاد زیرش بیاد، این روی آب همشه. و جالب اینجاست این مکالمه رو ما میبینیم در آیات، میگه میرم بالای کوه، تا میگه کوه آیه قرآن اینه، میگه یه موجی آمد کجبله. اندازه کوه. حالا چیکار میکنیم؟ من نوک خیلیم راحته، مثلا 100 تا کوه بیاد من روی آبم میشه. این نشون میده که ما دین نیامده این علم زمین رو نفی کنه، این بخشی از دیانت ماست، ما هم از این بهره میبریم، بلکه نگاهمون اینه اگر امر الهی تو تجربه تو این، خب ماجرای کشتی اینو کجا شگرفته؟ میگن در نجف بوده، حالا نجف نبوده هر جای دیگه بوده، از خود آیات برمیاد که محلی بوده که خوب بارندگی رو نداشتن، چون حضرت نوح میگه اگه آدم بشید من میگم برای شما بارانهای مکرر بیاد، یعنی معلوم اینا مشکل خوشسالی داشتن. بعد خوب کار عجب غریبی هم کرد که بزرگترین کشتی تاریخ رو تا اون موقع حداقل رفته وسط بیابون ساخته، هر کی رد میشد میداد تفاصیل دادن که نشون میدادن بر پدرم، گفتن این دیوونه رو میبینی علی حاضر بگن دیوونه رو میبینی، بابا میگفت با این کاری نداشتم به بچت بگو. خب واقعا هم از نظر یه ناظر زمینی و دیوونگی دیگه وسط بیابون داری یک کشتی قایق هم نمیشه میتونی ورش داری ببریش در میارود خونه ای، یک بزرگترین کشتی که تا حالا بشری به خودش دیده رو داریم، 40 سال میگه طول کشید ساختن کشتیه. این اتفاق داشته باشید. اما امر الهی بعضی موقع 950 سال طول میکشه، قرآن هم عمدن نمیگه 950، دقت فرمودید، میگه 1050 تا کم. چرا؟ میخواد عدد 1000 رو تو ذهن من و شما بکاره. مثلا بعضی دیدیم مثلا میخواد میگن یا با این پک آموزشی ما رو بخرید 99,000 تومان، تو عملا داداشون 100,000 تومان اما میگیری دیگه، 1,000 تومان کی میخوای الان مثلا چیزی پس بده و اینا. اما این دیگه نمیخواد عدد 100 تو ذهن تو بکاره، میخواد 99 رو بکاره، 90 رو بکاره تو ذهن. خب اینا خدا برعکسش میخواد زیاد نشون بده، میفهمد که 1000 بعض ما امر الهی عقب میفته، مثل غیبت امام زمان که عددش رو 1000 خورده ایه خواهی تو ذهن ما. اما تو خالی نکن، تو بمون، تو کشتی تو بساز، تو خودتو به کشتی برسون. این آیات میخواد اینها رو در ذهن ما بکاره، یه امر الهی طولانی میشه. من یه روزی داشتم میرفتم سیل لرستان که اتفاق افتاده بود، رفتیم برای سر زدن، ما عزیزی که همراه ما بود یک جاهایی رو نشون میداد، میگفت ببین از اینجا تا اینجا آب بود، یعنی تمام این پولایی که ما ساخته بودیم همه زیر آب، همه زیر آب. ما زمان که راهیان نور هم میرفتیم اونجا رد میشدیم، همیشه این پول دختر اونورا که میرسیدیم برای من سوال بود، میگفتم این ساسانی ها هم دیوونه بودن، نوک کوه رفتن پول ساختن. اونها دوره های این سیل 200 ساله 300 ساله نمیدونم چند سال چند صد ساله رو داشتن، ثبت کرده بودن، میگفتن درسته اون بالا سخت تره بعد بریم بالا دوباره بیایم پایین، اما مسونیم. و جالب اون پله هنوزم سالمه بعد این سیل، پلهای بتونی که ما ساختیم همه رو جمع کرد برد. بعضی موقع امر الهی فاصلش زیاده. حضرت نوح منطقه میگه اگر شما فرض کن ما یه سیلی داریم هر 4000 سال یه بار میاد که کوها میره زیر آب، اون موقع چی میگی؟ که از دایره استقرا و استنتاج تو خالیه،
وقتی به آیات قرآن نگاه میکنیم میبینیم همین علم زمینی به رسمیت شناخته شده، ازش بهره بردیم، اما همه چیز این نیست. همه چیز این نیست. کسی که به وحی وصل شه بیشتر رو میبینه. برای همین هدف تو این مدرسه اینه، یعنی از نظر علمی باید بهترین دانش آموز همین علم زمینی، بهترین دانش آموزها پرورش پیدا کنن. و از این بسیار مهمتر این که پرورشه، یعنی فقط آموزش نیست، شما انسان تحویل بدیم. شما دید دانش امسال 1401 کنکور شریف 50% بیش از 50% قبولی فنی مال دهک دهم بوده. این آماری که مسئولین دادن، دهک دهم اقتصادی کشور. یعنی چی؟ یعنی امکانی فراهم بوده که کلاس کنکور رو بره، مهارت تست زنی پیدا کنه. و از دهک اول 0%، بیش از 50% دهک دهم، که طبعا بری دهک 9 و 8 و 7 دیگه تقریبا همه اونجان، اینو بدونید. 0% دهک 1، 3 نفر دهک 2. یعنی خود سرمایه داری، یعنی بعید میدونم تو آمریکاش هم اینجوری باشه، جدی عرض میکنم بعید میدونم تو آمریکاش هم اینجوری باشه که دیگه الان مهد کاپیتالیسم و سرمایه داری. برای همین ما مبنا رو بر این گذاشتیم که اگر کسی نخبگی داره بدون هیچ اغمازی، بدون هیچ مسامحه‌ای، تصوبیات، هیچ پارتی بازی بیاد آزمون بده، ما در خدمتشیم. اما مبنامون رو بر این گذاشتیم که از اون فرد پول نگیریم که فقط چون هزینه‌های مدرسه داره خیلی زیاده، خیلی زیاده. یعنی اگر کسی نخبگی داره، از یه خانواده متوسطه مثل ماهایی که زندگی بابای ما کارمندی ارتشی بود، بنده خدا حقوقم معمولی میگرفت، من خودم هیچ کلاس کنکوری نرفتم، هیچ کلاس زبانی نرفتم، هیچ کلاسی قبل از دانشگاه، یعنی برای دانشگاه نرفتم. کل کلاسایی که ما میرفتیم تابستونا، یه سال مکانیکی، یه سال نمیدونم تعمیرات رادیو تلویزیون، این کلاسای ما که در واقع شاگرد اونجا بودیم، یه از مغازه رو جارو بزن تا یه چهار تا چیزی هم مثلا حالا یاد بگیر که خیلی هم خوب بود، من برای زندگی ما رو آماده کرد. حالا الغرض این که اینها اهداف ماست، ان شاء الله بچهای ذو ابعاد، آرمانی، واقع‌بین، ما بخوام کماندو پرورش بدیم، چریک و کافش یعنی کوشا کارآمد، میمش یعنی مردمی مستقل، الفش یعنی آرمانگرا انقلابی، نونش یعنی نیت لله، فقط برای خدا کار کنه، خلوص نیت، نه برای دیده شدن. دالش یعنی اعتقاد داشته باشه دوام در کارها، برنامه ریزی کنه. و واوش هم یعنی واقع بین، آرمانگرایی، اگه کنار واقع بینی نباشه دیوونه میشی، متوهم بار میای. و ولایت پذیر، یه کماندو، یه چریک، اینطور اینا بقول این اسمو من فکر میکنم تمام چیزی که لازمه توش هست. خب ببخشید مصدع شدم، امیدوارم که من فقط برای عرض ادب خدمت رسیده بودم، اگه اونجا بودم پند حرف می‌زدم، گذاشتندم توهین به میزه. ان شاءالله در پناه امام زمان خودتون خانوادهتون محفوظ بشید. ان شاءالله خداوند همه ما و شما را از مسببان اصلی و خیر در ظهور امام زمان جل الله قرار بدم. ببرکه صلوات بر محمد و آمین.